نقد پایانی هم اینه، اینه که یاسر جبرائیلی چه مهارتی داره، چه تخصصی داره که اصلا در مورد این قضیه به این پیچیدگی صحبت میکنه. این رو کسانی باید صحبت کنن که دکترا از برکلی دارن روی اقتصاد مالی و ارزی یا بحث بودجه یا بحث در واقع نه فقط دکترا اقتصاد بلکه دکترا اقتصاد تخصصی دارن روی موضوع به شکلی تورم. مثلا تورم خودش دکترا داره. و شما تخصصتون چی آیه جبرائیلی یک بار دیگه؟ ببینید من یه نکته به شما بگم. ارسطو توی کتاب سیاستش حرف قشنگی میزنه، میگه که داوری میزبان درباره یک جشن بالاتر از داوری آشپزه و داوری یک صاحب خانه درباره نوع معماری خونه بهتر از، یعنی بالاتر از داوری معماره. ترجمه این حرف چی میشه آقای علیزاده؟ ترجمه این حرف این میشه که شما اگه میخوای مهمونی برگزار کنی به آشپز نباید تصمیم گیری تو بسپاری، در نهایت غذای میهمانی رو باید آشپز بپزه. خودت که نمیتونی، خودت که تخصص آشپزی نداری که، به آشپز هم باید بدی، به معمار نباید آشپزی بسپاری، حتما باید از اون تخصص آشپز استفاده کنی. اما یه نکته مهم وجود داره. ترجمه حرف ارسطو میشه، میگه آقا این آشپز مقدورات و محظورات شما رو نمیدونه، ملاحظات شما رو نمیدونه، هدف شما از برگزاری میهمانی رو نمیدونه، هیچی نمیدونه. آشپز تخصص آشپزی داره. میگه شما یه آدم فقیری هستی، فقط یه گوسفند داری تو حیاتت، یه میهمان عزیزی برات میاد، میخوای حتما این یه دونه گوسفند رو براش در واقع ذبح کنی و بیاری کباب کنی بهش بدی بخوره. اینجا خود تصمیم نمیگیری، میگی آقای آشپز شما چی صلاح میدونید؟ آشپز نگاه میکنه میگه آقا این که وضعش خوب نیست، مهمانش رو با نون پنیر ردش کنیم بره. میاد نون پنیر میده، آبروتو میبره. یه موقع است که نه، آدم متمولی هستی، اون تا میهمانت که میاد نقرس داره، گوش نباید بخوره. حالا یه لشکر گوسفند هم داری، حالا خب میره یه دونه دوتا گوسفند کباب میکنه، میاد میهمانو، میهمان جلو میهمان میذاری، میهمان میگه آقا من که گوش نمیتونم بخورم که. ببین تصمیم گیری رو به آشپز نباید سپرد، حتما باید از متخصص در حوزه خودش استفاده کرد. اما اینکه تصمیم رو بهش بسپری به خود اصلا در صلاحیت تصمیم گیری نداره برای کشور. حتما باید از عزیزانی که طبابت خوندن استفاده کنیم در طبابت، از عزیزانی که نمیدونم اقتصاد خوندن، پولی بانکی خوندن، چی خوندن، نمیدونم کشاورزی خوندن، در جای خودش استفاده بشه. اما آیا وزارت بهداشت مطبه؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی مزرعه است؟ آیا وزارت اقتصاد کلاس درس اقتصاد خرد و کلانه؟ آیا کشور شرکته؟ به خاطر همینه که این امور به یک آدم سیاسی سپرده میشه. علم سیاست کاربردش اینه که شما نگاه کلان، نگاه راهبردی، اشراف به مقدورات و محظورات، اشراف به ملاحظات، مبانی، اهداف، اینا شما باید اینا رو داشته باشید، در جای خودش هم بیای از متخصص استفاده کنید. شما فکر میکنید که مثلا ما میخوایم حرف بزنیم در یک حوزه‌ای موضع سیاسی بگیریم، چون سیاستمدار نمیتونه بدون موضع باشه، ما میخوایم موضع بگیریم، آیا از نظر کارشناس استفاده نمیکنیم؟ شما برای همین بحث ارز که ما بررسی کردیم، از دستگاه‌های مختلف من خواستم نظر گرفتم، از اساتید مختلف اقتصاد خواستم نظر گرفتم، همین برنامه امشب از متخصص بحث حوزه انرژی خواستم آمده، ازش اطلاعات گرفتم. منتها ببینید این متخصص دیگه باید ازش استفاده کرد، حتما باید ازش استفاده کرد، جز اونم نمیتونه استفاده کنی، آمار اطلاعات هم از دستمون باید بگیری. اما که تصمیم باید برای کشور بگیره اون متخصص نیست. نکته خیلی مهمیه. یکی از مصیبت‌های ما بحث مهمی اینجا، چون دعوای بین دو تا جناح هم که هر 5 سال یه بار تکرار میشه همین داره میشه دیگه. چون بخیر یک جناح به ویژه جناح حالا غربگراتر همزمان به تکنوکراسی معتقده و در واقع به دیوان سالاری غربی و به تکنوکراسی یا فن سالاری معتقده که در نوع خودش هم خیلی خوبه، ولی این فن سالاری و این دیوان سالاری در مبنای کشورهای دیگه ای ساخته شده، مثلا در آمریکا ساخته شده که خودش داره دلار رو چاپ میکنه. برای همین اون قوانین اقتصاد در اقتصاد آمریکایی که داره سالی 2 تریلیون دلار چاپ میکنه رو میان اعمال میکنن به کشوری مثل ایران که زیر تحریم دلار قرار داره. و اصلا قبول ندارم این حرفو که اصلاح طلبا به این قائل هستن، اتفاقا اصولگرا اینجوریه. شما میبینید که وقتی اصلاح طلبا میان روی کار، بیشتر تئوریسین هاشون، ایدئولوگ هاشون میان در مناصب سیاسی قرار میگیرن، نه تکنوکرات هاشون. این برعکس اتفاقا، ما که میایم روی کار ما شروع میکنیم تسلیم نظر کارشناسی میشیم و این کارشناسی این بلا رو سر کشور میاریم.
نکته جالبیه. پس شما ببینید آخرام بس توی نکته نکته جالب، پس شما میگی که اصلاح طلبها اتفاقا به رغم این در واقع روبنا و دکورشون ولی به شکلی باهوش دارن و خودشون دست تکنوکراتاشون نمیدن. نخیر نخیر، اینجوری نیست، اصلا قبول ندارم این حرفو. من میتونم مثال بذارم برای شما دیگه، از آقای ظریف بگیرید تا آقای چه بدونم آخوندی بگیرید، اینا همشون ایدئولوگن در حوزه خودشون. حالا با اختلاف نظر کاری ندارم، مسئولین سیاسی من مناسب سیاسی رو به تکنوکراتاشون نمیدن، به ایدئولوگاشون میدن. حالا یه بحثی من دارم مفصل با دوستان اصولگرای شما، دوستان چون بحث جالبی حالا بعدن ادامه میدم، ولی دوستان اصولگرای شما به هر علتی حالا اینا بیشتر تم میدن به تکنوکراسی. یه دلایلی داره که الان من نمیخوام بپردازم، دلایل مهمی در ریشه در نظم سیاسی کشور داره. بسیار. ببینید عرض آخرم اینجا، تکنوکرات ها، فن سالاران، حالا تکنوکرات یعنی متخصص ها، تکنوکراسی یعنی سالار شدن فن، با این کار نداریم. ما میگم متخصصان محترم عزیز ما هستن، رو سر ما جا دارن، حتما کار رو باید اینها انجام بدن، منتها اینها به چگونگی ها اشراف دارن، از چرایی ها و چیستی ها مطلع نیستن. اگر بسپوریم دست اینا، یهو اجرای سند 20 از توش در میاد. برای اینکه مخاطب عام گم نشه، در واقع شما سیاست های کلان با دست سمت سیاست گذاران بیاد و برین سراغ اقتصاددان ها بهشون بگیم ما میخوام تورم رو زیاد کنیم و این نقدینگی مثلا فلان کنیم، ولی همزمان هم باعث رکود اقتصاد نشیم. اقتصاددان کارشونه، نه اینکه بیاد و بسن قوانین رو بذاره در حالی که اشراف نداشته باشه که کل اقتصاد زیر تحریم یا ایران در حال جنگ یا به شکلی خاصی. سر افکتیو هم مشکل رو داشتیم دیگه آیل زاده، سر افکتیو ما این مشکل رو داشتیم. دوستانی که نگاه مثلا پولی بانکی داشتن اینجوری نگاه میکردن به مسئله، گفتن آقا ببین چقدر این استانداردها چیزای خوبیه، به درد مقابله با پولشویی میخوره. میگفتن بابا قربونت برم، این FATF درسته خیلی هم چیز خوبیه، ولی شما در شرایط تحریم وقتی اینو اجرا میکنی تحریم های آمریکا رو داخلی میکنی. درست شد؟ من یه مقاله نوشتم همون ایام تحت عنوان سندروم تنگ ماهی در حل و فهم مسئله FATF. سندروم تنگ ماهی به بحث تقلیل گرایی دکارت برمیگرده. شما میدونید که دکارت آمد در واقع این بحث ریداکشنیسم، تقلیل گرایی مطرح کرد، گفت آقا ما برای اینکه پدیدارو بشناسیم باید اونها رو به کوچکترین جزءشون در واقع تجزیه کنیم و بعد اونجا شناخت حاصل بشه، بعد اونو ترکیب کنیم. خب این تخصص گرایی های اتمی از منشأش اون نگاه بود که اومدن گفتن شما مثلا شما دکترای تورم مثلا بگیرید، فقط تورم میفهمه. این بنده خدا که دکترای تورم گرفته فقط تورم میفهمه، تحریم نمیفهمه. چون اصلا اینا ساخته شدن برای، به حال من فقط بگم از این بحث رفتیم، اینها ساخته شدن برای اقتصاد آمریکا. یعنی اصلا قوانینی که مثل اینکه مثلا شما قوانین فیزیک رو در یک سیاره استنتاج کنید که ضریب جاذبه به جای 9.8 کیلوگرم بر ثانیه مثلا چند دو برابر باشه و بر اساس اون قوانین رو بسازید، خب بعد بخوام بیارم رو زمین اعمال کنید. آمریکایی که میگم سال 2 تریلیون دلار از تورم خودش صادر میکنه به بقیه جهان، قوانین اقتصادی متفاوتی داره و این رو، این قوانین شما اگه در جای دیگه استفاده کنید، به جای اینکه میگه از قضا سرکنگبین صفرا فزود، باعث بدتر شدن قضیه میشه. و اینجاست که همین که شما میگید، اینجاست که ما فکر نداریم. یعنی کسانی که دکترای اقتصاد هم گرفت، من اینو به عنوان کسی که فلسفه خونده میگم، کسانی که دکترای اقتصاد هم خون گرفتن، از هاروارد و MIT هم گرفته باشن، من با صراحت و با اعتماد به نفس میگم اگر فلسفه سیاسی ندونن همزمان و فلسفه اقتصاد سیاسی رو از منظر فلسفی ندونن، اینها ماشین حسابهای بیش نیستن، ماشین حسابهای بیش نیستن، برای اینکه متوجه نیستن که این قوانین همشون قوانین علوم طبیعی که نیستش، که قوانینیه که بشی در شرایط مختلف و در جوامع مختلف فرق میکنه. من یه مثال کوچیک بزنم رد شیم. سال 2008 من به شکل همکلاسی های من در دانشگاه شریف، خیلیشون که ریاضی خونده بودن در غرب، از بعد از دکتراهایی که گرفتن در رشته های خیلی مثلا کوانتوم کامپیوتینگ و غیره، اینا سر از بانک ها در آوردن، برای اینکه اون موقع در سال 2000 به بعد بانک ها دنبال مدلینگ بودن و مدل سازی های خیلی پیچیده ریاضیات بودن. سال 2008 2009 که
بحران اقتصادی شد، اغلب این بانک‌ها به غلط کردن افتادن، برای اینکه فهمیدن که المانی به اسم انسان هم تو قضیه هستش، رفتار جمعی انسان هم هستش و به شکلی اصلا اینها رو نمیشه مدل کرد به روش ریاضی. بعد فهمیدن که اون اقتصاد اونقدرم ریاضی نبود، این اقتصادی بخش اساسیش علوم انسانیه و علوم اجتماعیه و مسائل سیاسیه و غیره، و ولی به ما نمیگن دیگه. حالا به قول معروف میگن شما در تای اخبار همیشه اخبار دا جونز و اخبار بورس آمریکا و انگلیس رو میبینید در کنار هواشناسی، و این از نظر ایدئولوژیک این رو به ما تلقیم میکنه که بورس و اینها مثل چیزایی مثل هوا میگه و خدا بخواد بارون میاد و وقت نخواد، در حالی که اینا رو شما میسازید، انسانها، دولتها، تراستها، بیل گیتسها، سرمایه‌داران، این قوانین دست ماست و این وضعیت دست ماست و بحرانها رو ما داریم میسازیم نه طبیعت. خب از این موضوع رد شیم. کانت راجع به هر این جمله رو میگم رد شیم از این موضوع. کانت راجع به قوانین اخلاقی این حرفو داره، میگه قوانین اخلاقی یعنی همین هنجارها مثل قوانین طبیعت نیستن، که بنابراین شما نمیتونید برای هنجارها مدلی که با قانون فیزیک برخورد میکنی با هنجار هم برخورد کنی. ما در روابط انسانی با هنجار طرف هستیم، ما در سیاست گذاری اقتصادی با هنجار طرف هستیم. اینجور نیست که مثل قانون فیزیک بتونیم برای این روابط، برای این کشورداری ما بتونیم قانون بنویسیم. من حتما ببین حتما مثلا چه بدونم دو تا چهار تا میشه، حتما دو تا چهار تا میشه، اما اینکه این چهار کجا قرار استفاده بشه از عهده علم ریاضی خارجه.